کاخ سفید روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد پرزیدنت اوباما از تصمیم سونی برای پخش فیلم مصاحبه استقبال کرده است و میگوید نمایش این فیلم به مردم فرصت میدهد خودشان حق انتخاب داشته باشند سونی هفته گذشته پس از حک شدن شبکه اطلاعاتیش که آمریکا اطمینان دارد توسط کره شمالی انجام شده است و تهدید به خشونت در صورت پخش فیلم مصاحبه اکران این فیلم در روز پنجشنبه 25 پنج ماه دسامبر جاری مصادف با روز کریسمس را لغو کرد پرزیدنت اوباما این تصمیم سونی را اشتباه خواند و از سونی خواست مرعوب تهدیدها نشود سونی روز سهشنبه تصمیم خود را تغییر داد و از پخش محدود این فیلم در ده ها سینما در سر, و سر آمریکا خبر داد. سونی همچنین اعلام کرد به پخش این فیلم در تعداد بیشتری از سینما ها و در قالب های دیگر ادامه خواهد داد. شرکت آرت هاوس کانورجنس که سینما های مستقر را نمایندگی می کند در نامه ای به سونی اعلام کرده حدود 250 سینما مایل به نمایش فیلم مصاحبه هستند. به دنبال حک شدن شرکت سینمایی سونی پرزیدنت اوباما هشدار داد واشنگتن به این خرابکاری سایبری واکنش متناسب نشان خواهد داد کره شمالی هر گونه دخالت در حک کردن سونی را انکار کرده و به آمریکا پیشنهاد داده است برای یافتن مسببان آن همکاری کند وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت بهترین راه برای همکاری کره شمالی قبول مسئولیت در این خرابکاری سایبری و جبران خسارت مالی به شرکت فیلمسازی سونی است. کره شمالی روز دوشنبه با اولین واکنش روبرو شد. چین گزارش های موجود از دخالت پکن در قطع اینترنت در کره شمالی را غیر مسئولانه و نادرست خواند. آمریکا میگوید علت قطع اینترنت در کره شمالی را باید از پیونگیانگ سوال کرد. این به عهده کره شمالی که بگوید اینترنتش کار می کرد یا نه و دلیل آن چه بود ما به این پرسش و پاسخ درباره واکنش احتمالی آمریکا نمی پردازیم تصمیم شرکت سونی به اجازه پخش فیلم پس از آن گرفته شد که صدها سینما در پی انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از عدم پخش فیلم مصاحبه اعلام کردند که مایل به پخش آن هستند